در مزمور 131 یک الاسه نویسنده این گونه اعلام میکنه خداوندا از کبر و غرور دست کشیدم یعنی از آنچه که تا به امروز تکیه کردم بهش همین که صبح شد یکی به من زنگ زد گفت فلانی این کارو بکنه این میشه ای منم میخوام انجام بدم میگه دست کشیدم پیشنهادات رو میگیرم فکر خودم رو میگیرم ولی درش دعا میکنم تایید تو رو میگیرم اول خداوند از کبر و غرور دست کشیدم و خود را بهتر از دیگران نمیدانم که من بهتر از فلانی میتونم انجام بدم فلانی پرزه نداشت دانشش نداشت رو نداشت ولی من دارم من دارم توانایی که از خداست من ارزشش رو دارم ارزشی که خدا به من داده من قدرتش رو دارم قدرتی که خدا به من داده عزیزان نه اینکه از خودم بگیرم نه اینکه تصور بر این بکنم که خودم هستم و خودم در ضعفم چون خودم در ضعفم و محیط منم در ضعف هست همین ضعف باعث نگرانی و ترس من میشه و مدام به اونها نگاه میکنم تا دارم پیروز میشم به پیروزی هم نگاه میکنم همین که اونم تو مشکلات و افتادم شد سال 2020 ویروس کرونا ما چیکار کنم حالا من اندیشمند اعلام میکنه از هر چه زدم دست غم فرسودم دست از همه باز داشتم و آسودم دست از تمام اون چیزهایی که فکر میکردم میتونه ستونهای موفق موفقت آمیز و پیروزمندانه برای من باشه بلکه تکیه بر خدا کردم خداوند خداوند از کبر و غرور دست کشیدم و خود را بهتر از دیگران نمیدانم یعنی فروتن شدم خود را از آن چه بالاتر از فهم و درک من است که همون غرور هست دور میکنم نگرانی را از خود دور کم چگونه با دعا در کلام با مشارکت با تو خداوندا با مشارکت با ایمانداران با معلمین کتاب مقدس و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام است در درون خود آرامش دارم و این نویسنده ادامه میده ای اسرائیل یعنی ای ایمانداران مسیح ای فرزندان خدا ای کسانی که یهوه خدای شماست ای کسانی که ایمان دارید عیسی مسیح جسم انسان بر تن کرد روح خدا بود و بر روی زمین آمد و روی صلیب رفت و مرد و پس از سه روز قیام کرد و اینک زنده است و روح القدس رو به شما داده ای اسرائیل بر خداوند توکل داشته باش از حال تا ابدال آباد و اون زمان هستش که خوشی آرامش قوت خداوند پیوسته با ما خواهد بود همان گونه که شاعر میگه بخوان با خوشدلی در کوه و بیشه درخت رنج را برکن زریشه به توسط عیسی مسیح چرا اجازه بدی با این رنج ها به جای شادی ناشاد باشی بخوان با خوشدلی در کوه و بیشه درخت رنج را برکن زریشه چه غم چه شادی شادمان باش هر اتفاقی که میفته دلت شاد باشه شادیت از اقان خدا باشه چه قم چه شادی شادمان باش چه پیری چه جوانی پهلوان باش و جوان باش اشاره به رخ نمیکنه رخ جوانی و پیری اشاره به دلت میکنه که وقتی که من و شما شاد هستیم مسلما این قوت جوانی در ما در هر سنی خواهد بود همان گونه که غرور و خودبینی نشانه ترس و افسردگی و نگرانی ها هست توکل به خدا نشانه اعتماد به فیض و رحمت بی مرز هست توجه کنید فیض و رحمت بیمرز خدا است.